برام خداوند مهربان، سلام، وقت شمازان بخیر باشه. آرزو دارم که همتون جور صحتمند باشین و برنامه خودتان برنامه خودتان و خاطر میگم، چون ما در این برنامه پیرامون ساختمان های بدن شما زان حرفای داریم و شما هم در رابطه با اعضا و ارگان های بدنتان معلومات حاصل میکنین و ما هم اسی باک بریم میزبان شما در این برنامه هستم. آرزو دارم تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشین، چون که امروز یک بحث بسیار مهمه، یک بحث بسیار حیاتی و مهم که در رابطه با چشمان شما عزیزان می باشه. صحبت هایی داریم که چشمان ما عضوی هستند، یعنی ساختمان از بدن ما هستند که ما توسط از تمام زیبایی های دنیا را می تانیم ببینیم و خداوند که با زیبایی انسان ها را آفریده می تانیم ببینیم و تمام زیبایی های طبیعت از دنیا جهان و همه چی را بخواهیم می بینیم و باید از این نعمت بزرگ خداوند هم شکرگزار باشیم. و در برنامه هم زیاد پر حرفی نمی کنم، چون بس ما بسیار کلان هست و در رابطه به اناتومی چشما می باشم. چشمان به خاطر گفتم چون دو عدد می باشن در جوف اوربیت یا هم اوربیتال کاویتی که در ناحیه، البته در استخوان جمجمه می باشه، که در استخوان جمجمه ما برتان تمام استخوانهای صورت و جمجمه را معرفی کردم که جوف اوربیت یا اوربیتال کاویتی هم شامل امی استخوانها میشه و خود کاسه چشم یا اوربیت که هست اینی به نام کاسه چشم یا اوربیت یاد میشه که این خودش البته ساختارهای در ساختمانهای هستند البته که در نیمه بالای صورت قرار دارن و اینا در زیر حفره کرانیال، چون ای کرانیال کویتی میشه، در تحتش یا در زیر حفره کرانیال قرار دارن و در قسمت خود کره چشم البته شامل کره چشم میشن، شامل البته شما باید فرق کره چشم و کاسه چشم بکنین که خود کاسه چشم یعنی اینمی ساختمان که جوف اوربیت است به نام کاسه چشم یاد میشه و کره چشم ساختمانی که در داخل او قرار داره به نام کره چشم یاد میشه که خود شامل کره چشم، عصب اپتیک، شامل عضلات که در دور چشم قرار دارن، شامل دستگاه اشکیه، شامل بافت چربی و همچنان فشیا، عروق یعنی رگهای خونی و همچنان اعصاب در ناحیه قرار داره می باشه. خب خود کاسه چشم شامل 7 استخوان می باشه که خود استخوان هایش برتان نام می گیرم که عبارت می باشه از استخوان مگزیلا هست، می بینین استخوان زیگوماتیک هست، استخوان لکریمال هست در این ناحیه، استخوان اتمویدال هست، اسفنوید هست در این سمت و همچنان فرونتال هست، می‌بینین در قسمت بالا فرونتال هست و همچنان پلاتین هم در این نقش داره که 7 استخوان تشکیل دهنده جوف اوربیت میباشند و خود قاعدهش پهن میباشه به طرف قدام و یعنی پیش رو و خود به صورت باز است و رأسش به سمت پشت و داخل رفته که می‌بینین اینی قسمت به شکل یک هرم مانند هست که قاعدهش به طرف قدام هست، باز است و رأسش به طرف پشت سر رفته و به طرف داخل امتداد پیدا کرده. خب این خودش دارای سقف است، دارای جدار داخلی، جدار خارجی، دارای زمین می باشه یا کف هست. خب سقفش تشکیل شده از بخش اوربیتال خود استخوان فرونتال و بخش کوچک، یعنی بخش اوربیتال استخوان فرونتال و بخش کوچکی از استخوان اسفنوید در این سمت می باشه که تشکیل شده از این و کنار داخلیش یا جدار داخلی خود کره چشم دو طرف با یکدیگر موازی می باشه. می بینین اینی سمت هست که با یکدیگر موازی هستن، از استخوانهای مگزیلا، از لکریمال در این سمت، از اتمویدال و همچنان اسفنوید تشکیل شدن که جدار داخلیش تشکیل داده و کفش میبینین که کفش میباشه یا فلورش هست که خودش البته سقف ساینس مگزیلا را هم میسازه و در سطح اوربیتال مگزیلا قرار داره و همچنان یک بخش کوچکی از زیگوماتیک و همچنان پلاتین شامل اینمی بخش میشن و جدار خارجیش هست که جدار خارجیش در قدام زیگوماتیک تشکیل داده و در خلف هم بال بزرگ اسفنوید ایره تشکیل داده و شامل عظمی شدن و میرسیم سر پلک های مان که خود پلک ها که هستن اینا یا به نام آیلت یاد میشن و اینا ساختمان های قدامی و قدامی در چشم هستن که وقتی که بسته میشن اینا سطح کره چشم محافظت میکنن و فاصله بینشان وقتی که اینا باز میباشن
گاف پلکی یاد میشه یا به نام پالپبرال فشار یاد میشه که این هم شامل هم پلکا میشه و لایه هایی که پلکا را از قدام البته به طرف خلف میبره، یعنی وقتی که ما از پیش رو ببینیم به طرف پشت سر بریم در این سمت چون چشما قرار داره پلکا هم در این سمت قرار می داشته باشه به طرف پشت سر بره، شامل پوست میشن، شامل البته نسج زیر جلدی و همچنان خود عضله ارادی که به نام اوربیکولارس اوکوله یاد میشه، عضله حلقوی دور چشم است، شامل سپتوم اوربیتال، تارس و ملتهمه یا کانجکتیوا می باشن. تارس خودش هم تکیهگاه اصلی پلک ها می باشن و خودش خونرسانی پلک ها است همچنان و عصبدهی پلک ها است که میبینین اگر ما در کتاب تصویرش پیدا کرده بتونم. البته خونرسانی پلک ها از چند ناحیه صورت میگیرد، توسط چند شیریان هست که میبینین شما از آن شیریان های افتالمیک هست، فشیال هست و همچنان خود شاخه های استمپورال سطحی و ترانسورس فشیال میباشه. خب شاخه هایی که از افتالمیک میایه و شما هم داری کتاب، البته ساختمان از پلک نیست و ساختمان از چشم است که عضله دور چشم است یا عضله حلقوی هست و هم میبینید ساختمان از چشم است. در این تصویر هم که خود خون رسانیش گفتیم توسط افتالمیک است، افتالمیک شاخه های میتا که سوپرا تراخلر، سوپرا اوربیتال، همچنان لکریمال میتا، پاستیر و نزال میتا و همچنان فشیال هست که فشیال خودش انگولار آرتری میتا، شیران زاویوی میتا و عصبگیری پلکا هم اسی است و حرکی هست که اسیش خودش توسط ترایجیمینال میشه، توسط خود افتالمیک میشه که همون شاخه هایش قبلا یادآور شد، سوپرا اوربیتال، سوپرا تراخلر و همچنان انفرا تراخلر و لکریمال می باشن و انفراود بیتر هم از شیران مگزیلا می آید، البته از عصب مگزیلا می آید که شاخهای ایسی می تن و شاخهای عرکیش که شامل عصب فشیال می شه، عصب خود اوکولوموتور می شه و عصب سمپاتیک می باشه که حرکت پلکار تامین می کنن و توسط می عصب و عروق که نام گرفتم خونرسانی و تصیب اینا تامین می شه. خب می رسیم به قسمت دستگاه اشکی ما یا خود ای که اشک چگونه ساخته میشه. خب خود دستگاه اشکی ما که هست اینا در تولید، در البته در تولید، در جابجایی و تخلیه مایع در چشمان دخیل می باشند و اینا به ترتیب که نام بگیریم از قسمت، البته از این قسمت که شروع کنیم که در چشم هستند تا به قسمت، تا به قسمت از این قسمت می آیند تا به قسمت بینی می رسند، شروع بالای بینی هست که شامل لکریمال گلند می باشند که در حقیقت در این ناحیه قرار داره و خودش هم در این تصویر شما ازان می بینین که قرار دارن. اینی رو میبینین ساختمان از پلک ها هست که میبینین برتان معرفی کردیم که چگونه ساختمان دارن و این هم البته دستگاه اشکی ما هست که دستگاه اشکی ما شامل لکریمال کانالیکو، البته لکریمال گلند میشه، بعد از او میایم سر لکریمال کانالیکولی میباشه. اینی رو میبینین لکریمال کانالیکولی هست، بعد از او لکریمال سک هست، کیسه اشکی هست، این کانال های اشکی میباشن، یعنی در غده اشکی وقتی کشک تولید شد میاد در کانال های اشکی، بعد از او میاد در کیسه اشکی که لکریمال سک میباشه، بعد از او به نزو لکریمال دکت تخلیه میشه و توسط اینمی ها هم صورت میگیره تولید اشک و افراغ و تولید صورت میگیره و همچنان تصیب خود امی دستگاه اشکی ما توسط سمپاتیک و پاراسمپاتیک میشه و همچنان عروق که در خون رسانی این ناحیه سهیم هستن توسط افتالمیک آرتری هست یا شیریان های افتالمیک هست که غدات اشکی را اینا خون رسانی میکنن و تولید و افراغ صورت میگیره، یعنی جا بجایی تخلیه تماما توسط اینمی ساختمان ها صورت میگیره. فعلا هم میریم یک بازگشت کوتاه، با ما همراه باشید. خوش آمدین عزیزان، یک سلام مجدد خدمت شمایی که تازه به برنامه پیوستین، تقدیم می‌دارم با بحث ما هم در رابطه با آناتومی جوف اوربیت و یا هم آناتومی چشمان میباشه که قبل از وقفه در رابطه با ساختمان‌هایی که تشکیل دهنده کره چشم بودن برتان معلومات دادیم و فعلا هم می‌خوایم در رابطه با خون رسانی
خود چشمان. البته قبل از یک خونرسانی رو برتان معرفی کنیم، میخوایم در رابطه به عضلاتی که در چشمان من قرار داره برتان معلومات بدیم، قسم که شما از آن هم در این مدل میبینید. البته کره چشم قدر بزرگ نیست، این صرف یک مدل هست که بعض ساختمان هایش هم ما نتانستیم پیدا کنیم چون نظر به بعض مشکلات، و این خودش در کل خود کره چشم است که در جوف اوربیت قرار داره، و این هم میبینین که اوربیتال کاویتی بود یا جوف اوربیت بود که در داخل اینمی ساختمان دیگر که برتان معرفی میکنیم، این خودش کره چشم است و او کاسه چشم میباشه، که فرق این هر دو را باید بدانین. و خود کره چشم ما که است در داخل امو جوف اوربیت قرار داره و شامل ساختمان های میباشه، از جمله عضلات که عضلاتش یکی خارجی هست و یکی هم داخلی میباشه. عضلات خارجی را میبینین که در این تصویر هم شما ایزان میبینین که به این شکل آمده و قرار گرفته در چشم و محافظت میکنه از مو لغزندگی و توسط لیگامنت ها به یک دیگر وصل شدن، البته در قسمت و در قسمت دیگر که در تصویر خوبتر برتان نشان خواهم داد. و فعلا فقط شما بفهمین که در کره چشم عضلات هم وجود داره که عضلات خارجی هست و عضلات داخلی میباشه. عضلات خارجیش هفت عضله میباشه که اینا عملکردشان میباشه که در حرکات کره چشم و همچنان بالا بردن پلک بالایی سهیم هستن، و عضلات داخلی که هستن سه عضله می باشه که برای تسهیلیاری مسل هستن، و همچنان عضلات تنگ کننده و کلام کننده خود مردمک چشم یا پپیل می باشه که او عضلات داخلی می باشه، عمل کرده او هم این می باشه که در کنترل شکل عدسی و همچنان اندازه مردمک چشم سهیم می باشه و توسط عضلات تامین میشه. و فعلا هم در رابطه با خون رسانی چشما برتان معلومات میتیم که خود خون رسانی چشما متوسط شیرون های مختلف صورت میگیره که شاخه های از شیرون افتالمیک می باشند، و اینا البته برتان که به معرفی بگیریم عبارتن از شیریان های در این تصویر بسیار شیریان های کمش برتان نشان داده، ولی خوب است که شما مقدر هم بدانین که این شیریان ها رو میبینین که از جمله لکریمال آرتری هست که خون رسانی میکنه، اتمویدال ریتینا هست، البته ریتینا اکس، البته سنترال ریتینال هست، شیریان انتریور پاستریور اتمویدال هست که میبینین، ترانسورس میباشه در اینجا، ترانسورس فاشیال هست که میبینین، و همچنان سوپرا اوربیتال هست که میبینین، سوپرا تراخلر هست میبینین در این سمت، و همچنان انتریور خود انتریور آرتری می باشه دیگه، انفرا اوربیتال هست میبینین. در کل اینمی شاخه های را که میبینین، البته خود لکریمال، سنترال ریتینال، مسکولار، سوپرا اوربیتال، سوپرا تراخلر، خود انتریور پاستریور اتمویدال و مدال پالپبرال و همچنان دورسال نزل، اینا تامین کننده خون رسانی چشما را به عهده دارن، و همچنان وریدهای افتالمیک بالایی و پایینی هم در تخلیه وریدی چشما سهیم می باشن که می بینین در این سمت قرار دارن به رنگ آبی، و خود اعصاب که در تعصیب کره چشم سهیم می باشن عبارتن از اعصاب که البته می بینین در این تصویر هم می بینین که به این شکل اعصاب قرار گرفته و به رنگ زرد هست، یعنی در کل هر قسمت بدن ما که امو قسم خون رسانی داره تعصیب میشه، چشما هم به امو شکل تعصیب و خون رسانی میشن توسط شاخهای مختلف که شیرون افتالمیک می باشه. و اعصابی که در این ناحیه قرار داره عبارت می باشه از اعصاب اپتیک، اعصاب اوکولوموتور و همچنان اعصاب خود تراخلر می باشه، یعنی در کل زوج دو، زوج سه، زوج چهار در تعصیب و عصب رسانی خود چشما سهیم می باشند، و عضلاتی که هست، حرکاتی که اجرا میشه توسط اینمی اعصاب اسیت و حرکتشان تامین میشه. خب در رابطه با عضلاتش برتان معلومات دادم، و خوب از این تصویر هم شما ببینین، میبینین در این قسمت عضلات چشمه که بیسن البته به این شکل قرار گرفته، و عضلات بعدی را هم میبینین در این تصویر که عبارت می باشه از لواتور پالپبرا سوپریالیس هست یک عضله در این سمت، البته اینا عضلات خارجی چشم هستن، و عضله سوپریور رکتس هست که میبینین، مدل رکتس هست اینی عضله، عضله خود لترال رکتس اینی عضله هست، و عضله انفریور رکتس هست که قرار داره، و همچنان دو تا عضله مایل یا اوبلیک داریم که یکی سوپریور اوبلیک است یکی انفریور اوبلیک میباشه که قرار داره در چشم، و به این سمت هم میبینین عضلات سوپریور اوبلیک به این سمت میبینین، و همچنان عضله مدل رکتوس هم میبینین، عضله سوپر رکتوس هم میبینین، عضله لترال رکتوس هم میبینین که قرار داره، و در کل عضلات خارجی چشم
شامل یعنی عضلات میشن که 4 عضله رکتوس داریم و 2 عضله مایل داریم که به نام عضله البته اوبلیک یاد میشه، سوپریور و انفیریانی بالایی و پایینی هستن که در مدل هم شما میبینید به این شکل میباشن. خب خود کره چشم ما که هست اینی شکل داره که ساختمان بسیار کوچک کروی شکل است که به نام آیبال یاد میشه و این بخش قدامی کاسه چشم اشغال کرده و شکل کرویش در قدام یک برآمده داره که یعنی یک برآمدگی داره که او هم به نام قرنیه یاد میشه و در خلف هم به ترتیب از جلو به پیش رو که رفته. البته ساختمان های از این عبارت میباشه از قرنیه که در این سمت قرار داره، بعد از قرنیه ساختمان بعدی ما قرار داره عبارت از انتیرو چمبر یا اتاقه که قدامی میباشه، بعد از او آیرس قرار داره یا انبیه برش میگن انبیه، و همچنان بعد از او پپیل یا مردمک چشم است که دینمی ساختمان قرار داره، و بعد از او هم اتاقه که خلفی یا پستیرو چمبر قرار داره در داخل اینمی ساختمان ها پشت با پشت قرار دارن، بعد از او لنز یا عدسیه قرار داره، و بعد از او مایع زجاجه یا امو ویتریس همر قرار داره، و بعد از او شبکیه هست یا ریتینا هست که قرار داره. خب در کل خود لایه های کره چشم به 3 لایه تقسیم میکنن، یعنی یک لایه فیبروزی هست که لایه خارجیش میباشه که این خود شامل سکلرا میباشه یا سلبیه هست که در به طلای بیرونیش قرار داره و در خلف از او در خلف است و در قدامش هم میبینین این ساختمان ساختمان اسکلرا هست، در خلف و در قدام از اسکلرا باز قرنیه میباشه، یعنی قرنیه پیش رو هست و اینی هم اسکلرا هست یا موسفیدی چشم هست که قرار داره در خلف قرار داره. و لایه بعدی که لایه عروقی میباشه، شما هم در اینجا اگر بهتر این لایه خارجیش هست، این هم لایه دومیش هست که لایه واسکولار یا لایه عروقیش میباشه که شامل میباشه شامل کروید هست با یعنی بعد از اسکلرا هست کروید هست و در خلف می باشه. دیگه سیلیری بادی هست در اینی قسمت ها قرار داره در داخل، و همچنان آیرس یا انبیه می باشه در قدامش قرار داره که بین قرنیه و آیرس انتیرو چمبر می باشه و پشت آیرس هم پستیرو چمبر می باشه. خب لایه داخلیش که می بینیم لایه داخلی یا انر لایرش می باشه که شامل ریتینا هست یا شبکیه می باشه که شامل دو بخش است، در خلف بخش بیناییش هست ویژوال پارتش هست و در قدام هم بخش نابیناییش که به نام ان ویژوال پارت یاد میشه. خب این هم میبینین نمای از کره چشم است که در داخل از این به این شکل ساختمان ها قرار گرفتن و این هم ریتینا میباشه که قرار گرفته، و در پشت سر هم عصب اپتیک هست که میبینین، و از اینجا شریان های افتلمی که کوتای خلفی یعنی شارت پاستیر سیلیری آرتری، و از این سمت هم لانگ پاستیر سیلیری آرتری رفته، و از این سمت هم میبینین شریان های انتیرو سیلیری رفته، که در کل ساختمان های چشم کره چشم به این شکل میباشه. و در کتاب هم یک تصویر اگر بر شما زن نشان بتیم که در رابطه به خود کره چشم می باشه شما ساختمان هایش بهتر درک کنین. اینی تصویر هست، می بینین ساختمان ها را که برتان نام گرفتم به ترتیب به می شکل قرار گرفتن تا به می آخرین دقیقه، البته تا می آخرین ساختمان که آمدن عصب اپتیک آمده شیریان هایی که در سمت برتان نام گرفتم، و همچنان به این شکل هست. می بینین قرنیه هست، آیرس هست، بعد از سیلیری بادی ها را می بینین در سمت انتیرو چمبر هست، پوستیر چمبر هست، این هم آیرس می باشه، بعد از شبکیه هست، اینجا می بینین سیلایس کلا می باشه، بعد از کروید هست میبینین، یا هم ریتینا می باشه، که امید از شما ازان هم در رابطه با آناتومی چشم معلومات حاصل کرده باشین، و فعلا هم میریم یک برنامه کوتاه دوباره با ما باشین. خوش آمدین عزیزان، در بخش سوم برنامه قرار داریم که در این بخش هم به شما عزیزان ویدیویی را آماده کردیم در رابطه با آناتومی چشمان میباشه، با هم دیگر یک جا تماشا میکنیم. خب دوستای عزیز در ویدیو میبینین قسمی که چشمان ما هست به نام بونی اوربیت یاد میشن، ساختمان های کروی شکل هستند که در دو طرف قرار دارن و به خاطر دیدن اشیا به کار میرن و شامل 3 لایه میباشن، فیبروز، واسکولار و انر میباشه، که لایه فیبروزیش میبینین که در خارج قرار داره، شامل یعنی خارجی ترین لایهش میباشه، شامل اسکلرا
و همچنان قرنیه می باشه که اسکلرا در خلف است و قرنیه در قدام می باشه که هم ساختمان از اسکلرا می باشه و بعد از او در قدام قرنیه می باشه که قرار داره و شامل همی دو قسمت می باشه و از این سمت هم اگر شما ببینین قرنیه هست و اسکلرا می باشه یا همون سفیدی چشمان ما هست که شما تماشا میکنین و قرنیه را میبینین در کدام قرار داره و همچنان عمدترین عمل کرده شکل دادن به چشم و همچنان خودش حمایت کردن از ساختمان های عمیقه چشم می باشه و خود اسکلرا هم تقریبا 85% از خود چشما را در بر گرفته و اتصال داره با عضلات اکسترا اوکولر اتصال داره و همچنان عصب اپتیک می بینین در خلف که قرار داره و بعضی اعصاب و عروق هم مثل اپتیک در خلف قرار است. کلارا یک بخش بزرگ از چشمان ما را تشکیل میده که قرنیه در کدام هست گفتیم و در قسمت مرکزی قرار داره و خود نور هم بالای قرنیه اثر می داشته باشه و لایه دومی را میبینیم که به نام واسکولار یا لایه عروقی میشه، شامل کروئید هست یا مشیمیه، سیلیری بادی هست و همچنان آیرس یا انبیه می باشه که در این سمت قرار داره و شامل همیشه ساختمان می باشه. قسمه که شما هم میبینین خود کروئید لایه نسج منظم و عروق خونی میباشه در این قرار داره که لایه خارجی شبکه را هم تشکیل میده و همچنان سیلیاری مسل ها هستن. خود سیلیاری بادی ما از دو بخش تشکیل شده، سیلیاری مسل هست و سیلیاری پروسس میباشه که خود سیلیاری مسل ما که از فایبر های صاف عضلانی هستن و به سه شکل قرار گرفتن، به شکل لانجودیدینال هستن، به شکل رادیال هستن و سرکولر میباشن که قرار گرفتن. خود سیلیاری مسل ما یعنی به شکل طولی، به شکل دایروی و همچنان به شکل رادیال قرار گرفتن که شما در این بخش مشاهده میکنین و خود که قطر سیلیاری بادی را میسازن، یعنی هم اندازه قطر سیلیاری بادی را خود سیلیاری مسل میسازه. خود سیلیاری پروسس ما که هستن اینا به لنز میرن یا به عدسیه میرن توسط زونولر فایبر ها، اینا در حقیقت زونولر فایبر هستن که توسط سسپنسر لیگامنت تامین میشن میسازن و خود سیلیاری بادی شکل لنز یا عدسیه را میسازه که وقتی عضلات سیلیاری تقلص میکنن شکل گرد سیلیاری بادی کم میشه و سایزش وقتی که سایز و شکلش کم میشه در سایز و همچنان اتفاق میفته زونولر فایبرها قاط میشن و فشار بیرونی عدسیه کم میشه که دوباره به حالت اول برمیگرده و این پروسه به نام تطابق یا اکامودیشن یاد میشه که میبینین در این تصویر هم شما میبینین که قرار گرفته و برعکس وقت عضلات سیلیاری استرخا میکنن یعنی بزرگ میشن و اینا قطر سیلیاری بادی بزرگ میشه و زونولر فایبر باریک میشه، عدسیه را هموار میسازه که به نام دیستنس ویژن یا دید دور به کار میره و همچنان خود سیلیاری بادی ما شکل اکوس همه را میسازه و پارت بعدی ما البته لایه بعدی در رابطه با خود آیرس هست که شما یک ساختمان از لایه واسکولر میباشه، یک ساختمان دایروی است که در وسطش مردمک چشم یا پاپیل قرار داره و شکل سرکولر و خودش به شما رنگ چشمایتان تامین میسازه و همچنان خود دو فایبر ها داره که یکیش سرکولر هست یکیش رادیال می باشه. سرکولرش که از عضله اسفنکتر پاپیلا را در بر داره توسط اعصاب پاراسمپاتیک تصیب میشه و فعالیت می اعصاب با استقلاص پاپیل یا مردمک چشم میشه و رادیالش که از عضله دایلیتور پاپیلا را در بر داره که توسط سمپاتیک تصیب میشه و باعث دایلیتیشن یا کلان شدن مردمک چشم میشه. و خود آیرس می بینین که به رنگ سبز برتان نشان میده یا انبیه هست و ای هم در کل ساختمان های از کره چشم برتان به معرفی گرفته که سیلیاری بادی هست، سسپنسر لیگامنت هست، لنز هست، قرنیه هست، اسکلرا هست، تماما در بر گرفته و داخلی ترین لایه چشم به نام ریتینا شبکیه یاد میشه که گفتم شامل دو بخش میشه، یک نیورال هست یک پیگمنتال میباشه، یعنی بخش عصبی داره و بخش رنگی داره. بخش عصبیش که هست در قسمت خلفی جانبی میباشه لایه عصبی و فوتورسپتور میباشه و پیگمنتد لایرش که هست اینا هم در نزدیک لایه عصبی قرار داره و با لایه کروئید اتصال پیدا کرده که حمایت میکنه از لایه عصبی و همچنان به نام نان ویژوال پارت ریتینا یاد میشه، یعنی گفتم ریتینا خود شامل نقطه بینایی یعنی یک بخش بینایی داره یک بخش خود نابینایی داره که بخش نابیناییش به نام نان ویژوال ریتینا یاد میشه و این تصویر بعدی هم که شما میبینین اپتیک نرف هست که در این سمت یک نقطه هست که به نام مکولا لوتیا یاد میشه و
خود مکول آلوتیا که است، البته خود اپتیک نرف که است با فندوسکوپی و افتالموسکوپی میتونیم که قابل رویت باشه و در وسط ریتینا به نام مکول آلوتیا گفتیم که خودش فوفیا سنترالیس هم برش میگن که در حقیقت نقطه کوری میگن برش. وقتی که ما با فندوسکوپی ببینیم مکمل به شکل دیده میشه و سب اپتیک میبینین در سمت و همچنان شیشگان های را میبینین که قرار داره و اپتیک دیسک هم میبینین که در بخش قرار داره و شیشگان های ریتینا هست که در این سمت قرار دارن. و بعد از او گفتیم که دو اتاقک داره چشم ما که شامل انتریو چمبر و البته دو منبع مایع در چشم ما هست که باعث حفاظت از چشم ما میشه. انتریو چمبر هست و پاستریو چمبر هست که انتریو چمبر میبینین که بین قرنیه و آیرس قرار داره و پاستریو چمبر ما در پشت سر آیرس قرار داره یا انبیه میباشه که اینا باعث میشن خودش در قدام لنز البته پاستریو چمبر قرار دارد که هر دو چمبر یا اتاقک یکجا میشن توسط پاپیلری اوپنینگ اینا یکجا میشن و توسط اکویس همر که مایع زجاجه میباشه اینا از چشم محافظت میکنن و در چمبر در پاستریو چمبر میریزن و وقتی که در پاستریو چمبر بریزن به انتریو چمبر میان بالاخره به مردمک چشم یا پاپیلا میان و اینا توسط کانال آف سلم که برش میگن اینا جذب میشن و کانال آف سلم هم میبینین که در سمت قرار داره و جذب میشه و اگر دریناژ یا امی تخلیه مایع درست صورت نگیره انترا اوکولر پرشور یا آی او پی ما یا فشار داخل چشم بلند میره و مرض را به نام گلوکوما نزد شخص ایجاد میکنه. اینو میبینین که ویتریس همر هست یا مایع زجاجی هست که در داخل چشم قرار داره و محافظت میکنه. وقتی کمی مایع ها از انتریو چمبر پوستریو چمبر یکجا میشن داخل میریزن و بالاخره به پپیل میان و محافظت میکنن، چشم ما مرطوب نگاه میکنن. و گفتم وقتی که اینمی دریناژ یا خود امی جذبش به هم بخوره، تخلیش به هم بخوره، مرض را به نام البته فشار داخل چشم بلند میره و مرض را به نام گلوکوما ایجاد میکنه. پس خیلی متوجه باشین و از چشمایتان محافظت کنین. تا برنامه بعدی و دیدار بعد که خدمت حضورتان حاضر میگردیم با یک موضوع جدید اناتومی، شما را بالای یک تا میسپاریم. اوقات بخیر برتان خواهان است.